حقوق معلولین برای بحث بیشتر با ما هستم. آقای محبی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان، خیلی خوش آمدین. وضعیت معلولان را در افغانستان چگونه میبینین در شرایط امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بینندگان عزیز، تشکر شما که به موضوع معلولیت میپردازین. وضعیت جامعه معلولیت به صورت کل با توجه به توقعات و انتظاراتی که در 13 سال گذشته میرفت بهبود چندانی و وضع زندگیشان به وجود نیامده، یعنی هنوز اونا مشکلات جدی در عرصه های مختلف آموزشی، کاریابی، بازتوانی، پذیرش در جامعه، احترام متقابل و خدمت رسانی متناسب به نیازشان با حدی که انتظار میرفت صورت نگرفته، ولی با آن همه با آن هم مشکلاتی که وجود داشت، نارسایی هایی که وجود داشت، به توجه هایی که از طرف دولت، از طرف جامعه تامین کنندگان بین المللی و نهادها و حتی جامعه مدنی در رابطه با وجود داشت، با آن هم دستاورد های هم در این راستا هست که مهمترین دستاورد ها هم در عرصه های قانون گذاری هست که تصویب و ایجاد قوانین و الحاق به کنوانسیون ها و شمولیت معلولیت در برخی از قوانین و نصاب ها، نصاب و همچنان برنامه های سایر وزارتخانه ها. اینا رو میتونیم که یک سلسله کارهایی بگیم که در آینده اگر بتونه که وضعیت از اینا را بهبود بیافم، اما وضعیتشان روی هم رفته یک وضعیت مناسب نیست. اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه، از جایگاه احترام آمیز و کرامات پسند که شایسته از اینا هستن از او جایگاه هنوز هم در جامعه برخوردار نیست. حالا با این همه شما اشاره کردین که مشکلات وجود داره، ولی کاری هم صورت گرفته در بخش قانون گذاری هم اشاره داشتین برش، در مورد برخورد اجتماعی و فضای اجتماعی هم اشاره کردین، ولی بین 800 هزار معلولی که وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین که بهش اشاره میکنه، واقعا شرایط افغانستان را برای این معلولین چگونه میدانین؟ یعنی شرایط که روزمره باش سر کار دارن در کل در حکومت، بدون اینکه به یک نحو بیشتر با قوانین یعنی مشکل برشان ایجاد شود، در کل شرایط عمومی و فضا را برشان چگونه میبینید؟ شرایط هم تابع وضعیت است. شرایط فضا بر از اینا چندان مناسب نیست. اینا از همون جایگاهی که باید میبودن، مثلا قوانین باید تطبیق میشد که نشدن، خدمات باید برای همه از اینا قابل دسترس میبود، فراهم میبود، متناسب به نیاز از اینا میبود که به او حد نشدن. یعنی شرایط هم یک شرایطی که ایدئال باشه و اینا را بتانه وضعیت زندگی از اینا را تغییر بده و اینا بتانه از او طریق یک نقش مؤثر فعال و کارا را در جامعه بازی کنه، متاسفانه به صورت نسبی خوب هست، ولی آنچه که ما من حیث فعالین معلولین و خود معلول توقع داریم او طریق چیز هنوز هم شرایط برشان مساعد نشده که اینا جایگاه مناسب خود داشته باشه و از او طریق بتانه سهم خود، مسئولیت خود هم در جامعه اینا ادا کنه. حالا بحث هم امین است که بگنه فکرسانه که معلول هستن، خب میشه که استفاده شود شان، تا اگر یک جایشان یک جایی از بدنشان کار نمیته، یک عضو از بدنشان کار نمیته، از بقیه میشه استفاده کرد. حالا حکومت تا چی تونسته در میان این معلولینه که در کشور از بگ نفع یک ارزیابی داشته باشد تا بتون از اینا در بخشای مختلف و با استفاده از اون استعدادشان و تواناییشان استفاده خوب بکنه؟ باز هم با تاسف که زمینه ها و فرصت هایی که اینا رو بتونن عضو مولد جامعه بسازن هنوز هم فراهم نیست برای همه زنا، و این به این معنا نیست که هیچ چیزی نشده. چیزهایی هم شده که قبلا ما تذکر دادم به نحوی به صورت اجمالی، اما بدون شک اشخاص دارای معلولیت به هیچ وقت نه اشخاص ناتوان نیست، اینا ضعیف نیستن، بلکه اینا نیازمند یک سلسله انطباق موجه، شرایط و سهولت های هستن که اونا وقتی که فراهم میشن اینا مثل دیگران میتونن که کار کنن، تعلیم کنن، تحصیل کنن، تحقیق کنن، در کارهای مختلف، در کارهای هنری، در کارهای ورزشی، در کارهای طبابت، در کارهای تعلیم و تربیت، در همه زمینه ها اینا توانایی دارن و نمونه های بسیار از اینا رو ما میبینیم در افغانستان و در دنیا که اینا در زمانی که سهولت بوده، شرایط فراهم بوده، امکانات فراهم بوده، اینا توانسته که نقش خود ادا کنم. اما اینا زمانی که سهولت ها فراهم نباشه، معلولیت اولویت نداشته باشه در دولت، اراده سیاسی پشت سر از این نباشه، مثلا دولت بر جامعه بین المللی معلولیت یک اولویت نتن، وقتی که اونا اولویت نتن بدون شک تمویل کنندگان هم این بخش تمویل نمیکنن، پس در اون صورت معلولیت فراموش شده میمانن،
یعنی یک قشری که به او توجه نمیشون و بنان در او صورت است که اینا بازو نقش خود ادا کرده نمیتونن. ولی آقای محبی کارایی را که صورت گرفته قناعت بخش میدارین، این که فکر میکنین با این کارایی هم که صورت گرفته بازم معلولین فراموش شدن؟ خب به صورت نسبی در بعضی عرصه ها قناعت بخش است، به خصوص در عرصه های قانون گذاری که ما گفتم ما مثلا امروز قانون داریم، به 5 کنوانسیون الحاق کردیم، معلولیت در برخی از ادارات شامل شده، مثلا در سعتامه، در وزارت معارف معلولیت بخش معلولیت اونجا ایجاد شده. از این لحاظ و یک سلسله کارهایی هم که مؤسسات ملی بین المللی در راستای معلولیت با هماهنگی دولت کرده، این یک بخشش قناعت بخش هست. ولی توقع ما، انتظارات ما من حیث اشخاص آسیب پذیر، من حیث کسانی که از حقوق خود محروم هست و جایگاه مناسب خود در جامعه نیافته، توقع ما بیشتر از این هست. مثلا توقع ما این است که دولت در این بخش اداری مستقل داشته باشه. مثلا ما آمدیم بخش معلولیت تقلیل دادیم به یک معینیت، حالا که در گذشته وزارت بود. وقتی که این معینیت میشه از وزارت تقلیل پیدا میکنن و یک معینیت بدون شک اینا صلاحیت خود از سمتن، کارایی خود از سمتن و نقش موثر خود برای دادخواهی، برای نظارت، برای بودجه سازی نمیدونه که با مسئولین بالا برسانن، به خاطر که موانع ساختاری هم اینجا وجود داره. و روی هم رفته به صورت کل یک مقدار کارای شده، ولی هنوز هم آنچه که قناعت بخش بگم قناعت بخش نیست. ولی کارای معینیت را که شما اشاره کردین و در کل وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین را در این راستا چگونه میبینین؟ در پهلویش هم ظرفیت ها و امکاناتی که این وزارت در دسترس داره در موردش؟ خب جایگاه زنا و کارهای زنا هنوز مثل همین بخش دیگه واره، هنوز معلولیت در اونجا هم یک بخش بسیار جدی حساب نمیشه به نظر ما، چون اون معینیت است. وقتی که اداره مستقل نباشه، وزارت مستقل نباشه، صدایشان مستقیم به کابینه نرسن، اونا نتونن بودجه سازی کنن. شما ببینید دولت افغانستان هیچ گونه بودجه در راستای معلولیت نداره، فقط بودجه که داره او صرف پرداخت معاش 5000 ماهوار بر معلولین و ورثه شهدا است. بالاتر از این دیگه ما کدام بودجه را نمیبینیم. بنان کارکردهای از نام تابع مو شرایط عمومی، تابع مو فراموش شدگی عمومی است که نظام در این بخش داره. فقط متاسفانه کارهایی که بیشتر این معینت امروز انجام میتن کارهای روزمرگی هست، تای مراحل اسناد پرداخت این معاشات هست و بس یک سلسله کارهای دیگه هم که قابل قدر هست که او انجام میتن، اما او بسنده نیست. این معینت اول به یک وزارت تبدیل شوه یا به یک ریاست مستقل و ای بتانه فراتر از این معلولیت چگونه فراگیر بسازه، چگونه همه شمول بسازه. معلولیت هنوز در ادارات دولتی همه شمول نیست. فکر میکنن کمی معینیت شاده و معلولین میدن و معلولیت ای یک بحث متاسفانه نامناسب هست و جفا هست در حق جامعه معلولیت که ما رسیدگی به امور وضعیت معلولین تنها منوط بدانیم به یک اداره و هم یک اداره معینیت باشه که استقلالیت و صلاحیت کاری خود چندان نداشته باشه. بنان با این بخش وزارت جدا از اینکه نمی کارهای قوانین و پرداخت معاشات و بعضی هماهنگی و کارهایی رو میکنه، در غیر از اون دیگه نتونسته که هنوز معلولیت فراگیر بسازه در همه جا. حالا در پهلویش هم شما از قوانین خوب اشاره کردین که وجود داره، ولی بس عملشتن این قوانین خیلی جدی است که تا چه عملی و تطبیق میشه. در پهلویش هم کارگاه ها و تام کمپانی های به نفع جاهایی که مخصوص باشه و جاهایی که به نفع معلولین اونجا خود را راحت احساس کنه و اون فضای کاری و در پهلویش هم طرز کاری به میشه معلولین ایجاد شده باشه، چیزهایی است که تاکنون اصلا در موردش کار صورت نگرفته و معلولین افغانستان اکثریتشان اطفالشان میره کار میکنه و اونم در شرایط خیلی دشوار و در پهلویش هم فقر خیلی گسترده و تنگدستی خیلی شدید تهدیدشان میکنه. حالا حکومت افغانستان حداقل چه کارهایی را بکنه که در کوتاه مدت تا دمین معلولین افغانستان مشکلاتشان رفع شوه و مخصوصا مشکلات فامیلشان و اطفالشان که خودسن است؟ بدون شک سوال خیلی مهم است. ما پیشترم در لابلا صحبت های خود بحث روزمرگی رو مطرح کردیم. امروز آنچه که به معلولیت پرداخته میشه فقط یک روزمرگی هست، بیشتر از اون نیست. بخش معلولیت نیازمند یک کار تهدابی و بنیادی هست. بنیادی به این معنا که بودجه ملی در اینجا ضرورت هست، اراده ملی در اینجا ضرورت هست. هنوز معلولیت من حیث یک معضل یا یک بحث ملی هنوز جا نیفتاده. به یک معضل ملی کسی تا هنوز به این نپرداخته، به اون خاطر است که اولویت نداره، به اون خاطر است که اراده وجود نداره، به اون خاطر است که یک اداره تقلیل شده ایجاد شده. کارهای بنیادی در این راستا
اول از ایجاد اداره مستقل هست در این بخش که او صلاحیت کاری خود داشته باشه، متخصص باشه و پاسخگو باشه و بتونه معلولیت در همه ادارات همه شمول بسازه، نظارت کنه، از او تطبیق کنن، بودجه بسازن، طرح و دیزاین کنن و دادخواهی کنه، هماهنگی های مؤثر ایجاد کنه و جامعه بین المللی رو تشویق کنه، دولت رو تشویق کنه که تا معلولیت جزء اولویت خود بده. وقتی که کارهای بنیادی که اینا بتونن بس زمینه کار ایجاد کنن، فابریکه های تولیدی و صنایع دستی و اینا رو برشان ایجاد کنن، این زمینه های کار رو به صورت مناسب برای همه کاتگوری ها. شما گزارش ناشنوایان داشتین. ناشنوایان استعداد عجیب جامعه معلولیت است که از این استعداد باید کار گرفته شود. از این ظرفیت ها، از این توانایی ها، همه رقم نابینایان، همه رقم دیگه معلولیت ها زمینه های کار بر ازا پیدا شود. آموزش، تعلیم، تحصیل، بورسیه ها که البته بعضی از اینا در حال شدن هست، ولی اینا کارهای اساسی هستند. ما زمانی که تا یک اداره مستقل نداشته باشیم، تا که یک اراده قوی سیاسی پشت‌سر از این بخش نباشه، حمایت نباشه، اولویت نباشه، معلولیت فراگیر در ادارات نباشه، هر کس در هر بخش خود در راستای معلولیت کار نکنه، این کار بنیادی نیست و هنوز کارهای مستمری هست. با حتی بسیاری از معیوبین یعنی در پهلوی معلولین، اونا میگفتن که حکومت وحدت ملی برشون خیلی شعارا داده بود و حتی وعده‌های خیلی خوب کرده بود که اونا به نفع فکر میکردن که برای کار آمدن این حکومت زمینه زندگیشان و شرایط زندگیشان تغییر میکنه و اونا شرایط خوب میافن. انتقاد داشتن که حتی حکومت اینا را به فراموشی سپرده. چقدر تایید میکنین که معلولین هم مثل معیوبین و سایر کسانی که در این بخش شامل میشن واقعا فراموش شدن؟ خب ما و همون معلولیت به صورت کل که حالا چکه شما گفتین، ما کلشان جامعه معلولیت حساب میکنیم، اونا را همیشان یک قشر حساب میکنیم. بدون شک وحدت ملی، دولت وحدت ملی، مسئولین شون در جریان کمپاین شعارهای خوبی دادن که تشویق کننده بود که معلولین هم به فعالیت های سیاسی و روند های سیاسی که حق تعیین سرنوشت مشارکت باشه اشتراک کنن، کافی خوبه بود. اما حال در عمل میبینیم، در عمل صرف وزارت دولت فقط توانسته که یک معین دارای معلولیت در بخش استخدام کنه که خودش یک گام خوب هست، ولی این معین حمایت کار داره، صلاحیت کار داره، بودجه کار داره، افراد متخصص کار داره که در پالش ایجاد شود. ولی باز هم ما برداشت مایی است که چون معینیت در این از سال 1385 به بعد تا هنوز نتیجه مناسب نداد در بخش معلولیت، یعنی به این معنی که صدایشان شنیده نشد، صدایشان بلند نشد، فراموش شده حساب شد در درون خود دولت. زمانی که این اداره را یک اداره مستقل بسازه، ما وقت گفته میدانیم که حکومت وحدت ملی به شعارهای خود در راستای معلولیت عمل کرده، چون اداره مستقل از خود صلاحیت داره، بودجه مخصوص داره، ساختار اداری داره، ساختار تشکیلاتی داره و او با این ظرفیت هایی که در او ایجاد میشه و جذب میشه که او به صورت منظم بتونه یک اداره قوی پالساز باشه، از همه ادارات نظارت بتونه، قوانین تعدیل کنم. شما ببینید یک از مکلفیت های کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت برای کشور عضو ای است که تمامی قوانین خود بازنگری کنه که آیا در اینجا تبعیض بر مبنای معلولیت روا داشته شده یا نشده. این بدون شک، بدون اراده، بدون اگه داره متخصص و کارا، این کارا صورت نمیگیره. وقتی که اینا صورت گرفت، ما وقت گفته میتونیم که حکومت وحدت ملی به تعهدات خود در راستای اقشار فراموش شده که همان معلولین باشه، یک گام جدی رو برداشته. حالا فقط یک معین دارای معلولیت آورده که عزیز ما تقدیر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم، اما همونطور قبلا هم گفتیم این معینیت نیاز به حمایت داره. سپاسگزارم آقای محبی، تشکر از حضورتون. خوش آمدید. سلامت باشید.